مجلس در چنین شرایطی با هدف اجرای این فرمانها طرح قانونمند کردن فضای مجازی را در دستور قرار داد، اما از همان هنگام هجوم با تمام قدرت دشمنان علیه این طرح آغاز گردید. دولت شرور آمریکا، دولت خبیث انگلیس، رژیم اشغالگر قدس، بعضی کشورهای اروپایی و منافقین و بالاخره همه اذناب شیطان با کلیه توان سایبری خود هجوم بی سابقه ای برای جلوگیری از تصویب این طرح آوردند. در داخل کشور هم مزدوران بدون اونیفرم آمریکا، یعنی لیبرال ها، که امام امت آنها را خطرناکترین دشمنان اسلام ناب معرفی نمودند و نخست وزیر سابق رژیم کودک کش اشغالگر قدس آنها را دوستان خوب اسرائیل نام نهاد، همه قوای خود را برای سیاه نمایی و جلوگیری از تصویب این طرح به صحنه آوردند. بزرگترین لشکرکشی فیک نیوزها تنها در همان ساعات اولیه با تولید 11,000 محتوا علیه این طرح توسط 66 حساب اینترنتی کلید خورد. البته در این میان کوتاهی کمیسیون مربوطه در نامگذاری نادرست این طرح و عدم تبیین شایسته آن نیز بر تلخی ماجرا افزود. نمایندگان محترم، شما مجلسی هستید که نایب امام زمان حضرت امام خامنه ای آن را با لفظ مجلس انقلابی توصیف فرمودند. به فرمان ولی امر مسلمین جهان لبیک بگوییم و یک بار برای همیشه به این ولنگاری فضای مجازی پایان داده و چشم فتنه‌گران را کور کنیم.